بالاخره بن سلمان و آمریکا دست دوستی با هم دادند و متحدانه طرحی را برای نابودی خامنه‌ای و جمهوری اسلامی کشیدند. ایجاد نیروی بین در دریای سرخ هم نگرانی پاسداران از پیشنهاد آمریکا را دارد. وزیر دفاع جمهوری اسلامی گفته تلاش آمریکا برای ایجاد یک نیروی دریایی بین در دریای سرخ با حضور چهل کشور با مشکلات فوق‌العاده‌ای مواجه خواهد شد. اون در گفتگو و بیان اینکه دریای سرخ منطقه ایران محسوب میشه گفت کسی نمیتونه تو منطقه ای که ما تسلط داریم و مال ماست ما نور بده این در حالی که آمریکا اعلام کرد که در حال مذاکره با سایر کشورها برای ایجاد یک نیروی دریایی بین در دریای سرخه تا عبور امن کشتی ها در این دریا تضمین بشه این تصمیم آمریکا پس از اون اتخاذ شده که دریای سرخ در روزهای گذشته شاهد موج حملات گروه های افراتی مورد حمایت رژیم ایران به کشتی ها در این دریاست. به گزارش رویترز کاخ سفید هم در بیانیه اعلام کرد که جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید و محمد بن سلمان ولیعت سعودی در عربستان دیدار کردند. مقام های آمریکایی پیشتر اعلام کرده بودند که سالیوان در سفر به عربستان راهکارهای مقابله با این حملات علیه کشتی در دریای سرخ رو بررسی میکنه. سیگنال قوی بازدارندگی به رژیم ایران فرستاده شده. پایگاه خبری اینسایدر گزارش داده سناتورها تد کروز جمهوریخواه از دکساز و تیم اسکات جمهوریخواه از کارولینای جنوبی در نامهای به وزیر خارجه آمریکا نوشتند اگر ما میخواهیم حملات علیه نیروهای آمریکایی را متوقف کنیم و از گسترش نبرد در غزه جلوگیری کنیم به یک سیگنال بازدارندگی قوی با استفاده از ابزارهای نظامی اقتصادی و دیپلماتیک نیازه. متاسفانه واکنش های نظامی و اقتصادی دولت به رژیم ایران و نیروهای نیابتی آن نه تنها نامتناسب بوده بلکه به نظر میرسه که به طور کامل از هم گسیخته است بنابراین ما از شما درخواست میکنیم که یک ارزیابی طبقه بندی شده درباره برنامه دولت برای جلوگیری از تجاوز رژیم ایران و جلوگیری از تشدید درگیری در خاورمیانه به ما ارائه بدیم. شاهزاده رضا پهلوی در گفتگو با خبرگزاری ایتالیایی میگوید ایران دموکراتیک میتواند به کانون ثبات در خاورمیانه تبدیل شود. خبرگزاری ایتالیایی در یک گفتگوی اختصاصی با شاهزاده رضا پهلوی که از وی با عنوان رضا سیروس پهلوی نام میبرد به مسائل ایران و منطقه از جمله جنگ غزه و نقش جمهوری اسلامی در گسترش آن در منطقه و جهان پرداخته فرزند پادشاه سابق ایران مدعی است که ایران دموکراتیک میتواند به کانونی برای ثبات در خاورمیانه تبدیل شود او این گروه های افراطی رو یک سازمان جنایتکار وحشی میداند که نباید جایی در منطقه داشته باشد و ای همچنین بر ظرفیت حل مناقشه اسرائیل و فلسطین و تقویت یک خاورمیانه باثبات و صلحآمیز از طریق فروپاشی رژیم جمهوری اسلامی تاکید میکند شاهزاده رضا پهلوی میگوید مردم ایران در این رژیم آینده ای ندارند این رژیم از همان ابتدا به دنبال نابودی ایران و ایرانی بوده است به همین دلیل است که ایرانیان در سراسر سر کشور برای رهایی خود علیه این رژیم به پا خواستند آنها به درستی تشخیص دادند که این رژیم اصلاح وزیر نیست و نمیتواند مشکلات ایران را حل کند چرا که رژیمی ضد ایرانی است من گذار به دموکراسی در ایران رو یک امکان نمیدانم بلکه آن را یک واقعیت میدانم مردم ایران به خوبی می که چه چیزی را نمی و در حال حاضر می که چه می خواهند. یک ایران سکولار و دموکراتیک من همیشه طرفدار این بودم که این گذار توسط خود مردم در داخل و از طریق ابزارها و روشهای خشونت پرهیز انجام شود چنانکه بارها در تاریخ مدرن شاهد بودیم به ویژه در آفریقای جنوبی و اروپای شرقی ایرانیان در یک جنبش نافرمانی مدنی و ملی متحدند تا جمهوری اسلامی را سرنگون کنند و اینگونه کشور ما به سمت دموکراسی خواهد رفت شاهزاده رزا پهلوی میگوید برای ایرانیان سرزمینشان ایران مهم است به همین دلیل در تظاهرات شعار میدهند نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران آنها از غارت منابع و ثروت ملی خود توسط جمهوری اسلامی برای تامین گروههای شبه نظامی خسته شدند روز بعد از حادثه 7 اکتبر طی مسابقه فوتبال در ورزشگاه تهران آنها با سراحت علیه این حمله شعار دادند مردم فلسطین شایسته این هستند که در کشور خود و در صلح زندگی کنند اما با این گروه های افراطی هرگز چنین اتفاقی نخواهد افتاد این گروهها یک سازمان های سیاهی هستند که علاوه بر حذف غیر نظامیان بیگناه اسرائیلی مردم فلسطین را هم با خشونت سرکوب کردند فلسطینی ها پیش از اون شایستگی دارند که یک گروه جنایتکار نماینده اونها باشه جمهوری اسلامی از دوران خمینی گرفته تا خامنه ای همین گروه های نیابتی رو ایجاد کرده تا بدون پرداخت هزینه و پاسخگویی به هدف نابودی اسرائیل برسه. اونها تا جایی که بتونن برای رسیدن به این هدف تلاش میکنن مگر وقتی که با پیامدهای اقدامات خود روبرو بشن. شاهزاده رضا پهلوی میگه تنها راه حل مناقشه اسرائیل و فلسطین و گسترش صلح در خاورمیانه پایان دادن به جمهوری اسلامی در ایران است. جمهوری اسلامی با کمک های مالی و تسلیحاتی گروه های سیاه اونها رو هدایت میکنه تا هر و مرج و بیثباتی در خاورمیانه ایجاد کنه چرا که این رژیم از هر و مرج و بحران تغذیه میکنه تا زمانی که این رژیم در قدرت اجازه راه حل دیپلماتیک برای این مناقشه نخواهد داد ما دیدیم که چگونه همین حمله اخیر سبب تضعیف موفقیت دیپلماتیک پیمان ابراهیم شد تا زمانی که جمهوری اسلامی در قدرت به دامن زدن به چنین هرج و هایی برای تضعیف هر گونه روند دیپلماتیک ادامه خواهد داد تنها امید برای حل مسالمت آمیز این مناقشه حمایت از مردم ایران برای پایان دادن به پدرخوانده این جنایت هاست. ایران دموکراتیک محور ثبات در خاورمیانه خواهد بود درست مانند قبل از انقلاب اسلامی در سال 1979 ایران روابط عالی با همسایگان اسرائیلی و عرب خود داشت ما صلح رو در منطقه حفظ کردیم این دقیقا همون نقشی است که ایران پس از سقوط رژیم اسلامی میتواند دوباره ایفا کند چشمانداز من برای منطقه ی ما دیدگاهی است که در آن ایران به دنبال روابط صلحآمیز سازنده و موفق با همه همسایگان خود بر اساس احترام متقابل حاکمیت ملی و منافع جمعی است مردم ایران به دنبال روابط مسالمت‌آمیز و همکاری با همه همسایگان ما هستند زیرا این در راستای منافع ملی ایران است ما مردمی طلب هستیم و البته پیوندهای باستانی که در کتاب مقدس به آن اشاره شده با مردم یهود داریم روز بعد از سفر من به اسرائیل نیز ایرانیان در یک مسابقه ورزشی در اقدام بی سابقه شعارهایی در حمایت از اسرائیل سر دادند شاهزاد رضا پهلوی میگوید ولیعهد محمد بن سلمان با توجه به فشار شدیدی که جمهوری اسلامی از طریق این گروه ها بر این کشور وارد میکند در موقعیت دشواری قرار دارد من معتقدم که این معامله که به سختی میتوان آن را نزدیک شدن نامید بیشتر گشودن روزنه برای کاهش موقت این فشارهاست تو زمانی که این رژیم در تهران بر سر کار است صلح بین ایران و عربستان سعودی برقرار نخواهد شد اما با از بین رفتن جمهوری اسلامی دو ملت می توانند بار دیگر از روابط و مناسبات سازنده برخوردار شوند من امیدوارم که فلسطینیان هم بتوانند نمایندگی سیاسی مشروع خود را برای ایجاد کشور خیش توسعه دهند این گروه دفاع از منافع مردم فلسطین را دنبال نمی کند آنها از غیر نظامیان بیگناه فلسطینی برای منافع مالی و ایدئولوژیک خود استفاده می کنند.